سلام، من علی هستم، 33 سالمه. الان یک ماهه که به همراه فرزند و همسرم از طریق ویزای کاری به آلمان مهاجرت کردم، به شهر فرانکفورت، و بدون داشتن مدرک دانشگاهی، در واقع با دیپلم ریاضی فیزیک. دقیقا این موضوعی بودش که ما با علی جان صحبت کردیم و برای من خیلی جالب بود که شما میتونی بدون مدرک دانشگاهی هم حتی مهاجرت کنی. پیشنهادش از خود علی جان بود که این ویدیو رو درست کنیم. ایشون برای من یه مقدار توضیح دادن شرایطشون رو و من با توجه به تجربه ویدیوهای قبلی گفتم که ما دو گروه مخاطب داریم. یه گروه مخاطب عزیزانی هستن که تو شرایط خود علی جان هستن، فقط میخوان بدونن که نحوه مهاجرت چه شکلیه، چیکار باید بکنن، و یه گروه دیگه دوستانی هستن که حالا شاید یه مقدار جوانترن، مثلا هلوش سن 20 سال و اصلا دانشگاه هم نمیرن، میخوان بدونن که چجوری میتونیم زندگیمون رو در واقع برنامه‌ریزی کنیم، چیکار باید بکنیم که بتونیم در واقع این مسیر رو ما هم بریم. ما تصمیم گرفتیم اینو دو تا ویدیو جدا بکنیم که خیلی طولانی هم نشه. اول میخوایم راجع به این صحبت کنیم که علی جان کی تصمیم گرفتن که مهاجرت کنن و دقیقاً چه مراحلی رو انجام دادن تا بیان آلمان، و در ویدیوی بعدی که چند روز بعد منتشر میشه ما راجع به این صحبت میکنیم که علی تو زندگی چی کار کردی، مراحل زندگی چیا بودن و چطوری میشه یک آدمی شد که این آدم رو یه شرکت آلمانی بدون مدرک دانشگاهی استخدام بکنه. خب علی جان، ما از اینجا شروع میکنیم که شما تعریف کن چه سالی تصمیم گرفتی که مهاجرت کنی و اولین کاری که کردی چی بود؟ الان در واقع عید 1400 میشه، وسط سال 97، یعنی دو سال و نیم پیش که من یه دونه از شغلام داشتم، یعنی یه شرکتی به یه شرکت دیگه تغییر میدادم و تو اونجا یه ماهی مهلت داشتم و به این فکر افتاده بودم که مهاجرت خوبه یا نه، و چون چند ماه قبلش باز بررسی کرده بودم و خیلی مد نظرم نبود این کار. دوباره یه ماهی مهلت داشتم تا کار جدید پیدا کنم و تقریبا روزی 7-8 ساعت میشه گفت که من تحقیق کردم، یوتیوب میدیدم، قانون میخوندم، حتی مسائل اقتصادی رو میخوندم، همه اینا. و دو سال پیش تقریبا تصمیم گرفتم که بیام و دیگه فقط داشتم میگشتم اینم که چه کشوری و چه چیز کجا رو میشه انتخاب کرد، چه چیزی بهتره برای من. و بعدش که علی جان، اینجا فکر کنم سوالی که برای همه بینندگان پیش اومده اینه که خب همه ما دوست داریم این کار رو انجام بدیم، حالا همه نه، ولی کسایی که این ویدیو رو کلیک کردن روش احتمالاً دوست دارن به آلمان مهاجرت کنن، و سوال اینه که شما رشته دقیقاً چی بوده که تونستی این کار رو انجام بدی؟ رشته بذار بگیم دانشگاه که گفتی مدرک دانشگاهی نداری، با چه تخصصی اومدی آلمان؟ تخصص من برنامه نویسیه که حالا جزء مجموعه زیر مجموعه کلاً IT حساب میشه. حالا IT شاخه مختلف داره که برنامه‌نویسی یکیشه و من برای کارم برنامه‌نویسی، حالا اگه تخصصش رو بخوایم بگین، سروره، بکنده، و این چند سال گذشتم بیشترم تو رشته بازی سازی کار میکردم تو ایرانم. درسته. بعد شما اولین کاری که کردی بعد از این تحقیقاتی که انجام دادی، اولین اقدامی که انجام دادی چی کار بود؟ یعنی چی کار کردی؟ اولین اقدام که وقتی که دیگه تقریبا تصمیم رو گرفتم که این کار انجام بدم، شروع کردم گشتن آگهی‌های شغلی که ببینم که چه نیازمندی‌های فنی لازمه که من ندارم، که بعد خودم آماده کنم براش. یعنی من یه برنامه بلند مدتی ریخته بودم، اصلا میگفتم من الان همه زندگیم کلا تعطیل میشه و تنها هدفی که من اینجا دارم فقط آماده سازی برای رفتنه. و چون گفتم که مثلا هم همسر دارم هم بچه داشتم، نمیتونستم هر شغلی هم حتی قبول کنم، با هر حقوقی قبول کنم، بخاطر مجبور بودم خودم رو تا یه حدی دیگه ارتقا بدم که حتما یه رنجی به بالا بتونم اقدام بکنم. و خدمتتون که دیگه فقط شروع کردم آگهی شغله بخونم. مثلا من روزی 2 ساعت فقط تو لینکدین و حالا تو گلستور لینکدین، سایت مختلفی هست که حالا میتونیم اسم ببریم دونه دونه، ولی خب الان جامعه تعیینشون میتونم بگم لینکدینه، فقط آگهی شغله میخوندم، هیچ اپلای نمیکردم، فقط میخوندم و میدیدم که اولا چند تا شغل انگلیسی هست، چند تا آلمانی هست، انقدی میشه امید داشت که باش با زبان انگلیسی بشه اقدام کرد برای کار من، و اینکه چه نیازمندی هایی تو اون چیزا نوشته. یه برد ترلو واسه خودم درست کردم، حالا دوستان که ببینن سایت ترلو، یه تاسک منیجمنت ساده است که من اون ترلو ترلو.com ببینید بعدم برام من که بزنم تو ویدیو تاسکاتون رو، بله، میتونید منیج کنین. که شروع کردم تو اد کردن، اضافه کردن تاسکایی که بعد یاد بگیرم طبق اون آگهی شغلیایی که میخوندم، که هرچی به ذهنم جدید میاد یا یه چیز جدیدی و چند تا آگهی میدیدم شروع کردم اد کردم به اون لیست.
بعد دیگه برنامه می شد که من شغلی رو پیدا کنم جایی تو ایران، چون داشتم شغلمو یعنی از یه شرکت مدام بیرون میخواستم همین شرکت دیگه جایی پیدا کنم که فقط بتونم به قول معروف خودم رو ارتقا بدم توش، و دیگه اینکه مثلا آینده این شرکت چیه و نمیدونم حقوقم بالا باشه یا هر چیزی دیگه برام مهم نبود، یه جایی که آزادی عمل داشته باشه. بخاطر همین بعدش هم رفتم یه شرکتی که خب تقریبا استارتاپ جمع جوری بودن، یه بچهای مثلا یه تیم 5 نفره 6 نفره بودن که یه سابقه 2-3 ساله داشتن کار میکردن، منم ملحق شدم بهشون و حالا به قول معروف دست تقدیر کار خدا، هر کی حالا هر اسمی دوست داره روش بذاره، این که تا من بهترین جایی شد که میتونست برام باشه، هم خیلی دوستای خوبی پیدا کردم هم از لحاظ فنی تونستم خیلی کار خوبی انجام بدم. و بله اون روند منظور این شد که حالا من برگردم به اصل موضوع، این که من آگهی شغلی خوندم یه چیز حدود شاید بگم مثلا 200 تا آگهی شغلی میخوندم، فقط میخوندی فقط میخوندم میخوندم آره فقط میخوندم اینجا من یه نکته ای... 200 تا شاید بیشتر بله. ببین خیلی بر من جالبه به خاطر اینکه اینش بر من جالبه، من با بچه ها که مشاوره داریم یا مثلا توی لایو میان سوال مطرح میکنن راجع به هر شغلی، میگن این شغل تو آلمان نیاز هست یا نه، من بهشون میگم چرا از من میپرسی، از گوگل بپرس، از لینکدین بپرس، برو سرچ کن ببین همچین شغلی نیاز هست یا نه. سوال بعدی میپرسن مثلا من مهندس مکانیکم چه نرم افزاری باید بلد باشم، میگم اولین کاری که میکنی باید ببین آگهی شغلی بخونی اونجا نوشته که چی لازم داری. کاری که ایشون کرده دقیقاً همین کار هستش، اومده در واقع حالا من اینجوری میگم علی جان نمیدونم چند وقت با پیج ما آشنا هستیم، بعضی وقتا بچه‌ها میگم که این که ما بشینیم صبح تا شب تو اینستاگرام مثلا ببینیم این آدمایی که تو آلمان زندگی میکنن چی کار میکنن به ما چیزی اضافه نمیکنه، ولی این که من بیام برم همون آگهی شغلی که قراره تو آلمان انجام بدم و بخونم مهارتام ببرم بالا، اون میشه در واقع تلاش برای این که هی بتونم خودم رو ارتقا بدم. درسته همینطوره. حتی من با پیج شما قبل اینکه شروعش کنین آشنا بودم، چون گفتم من 2.5 سال پیش پیگیر همه پیجای فارسی غیر فارسی خارجی های کشور دیگه که آلمان بودم بودم، شما هم روز اولی که اومدین من بودم. سلامت باشید. بله و آره میگم این شغلا رو خوندم، میگم حداقل 200 تا شاید 300 تا، یعنی جز تفریح هم شده بود دیگه، کار سخت نبود دیگه، یعنی یه جا رسیدم که دیگه بس دیگه به اندازه کافی خوندم و یه لیست بلند بالایی درست کردم که چه چیزایی یاد باید بگیرم. دیگه تو کارم که شرکت جدیدم که رفتم دیگه تمرکزم فقط روی این بود که چه جدید بخونم، مثلا تو مسیر رفت آمد وقتای اضافه حتی تو شرکت، چون شرکت به قول معروف تازه‌ای بود و مثلا ما دستمون باز بود که یه سری کار انجام بدیم، با تکنیک‌های روز به روزتر سعی کردم انجام بدم تو اونجا که هم برای شرکت خوب مفید بود هم خودم یاد می‌گرفتم و اینجوری یعنی هم کار شرکت رو بهتر انجام می‌دادم هم اون چیزایی که خودم نیاز داشتم یاد گرفتم. بله بعد اینجوری پیش رفتم تا حدود مثلا حدود یه سال یه سال و نیم تو اون شرکت خب درگیر شدم واقعا دیگه، چون من اونجا خودم یه مسئولیت مثلا لید تیم گرفتم و حتی نیرو استم، مثلا رفتم توی مسیری که یه زمین مسیرم طولانی شد. زبانم چه کردی یا نه؟ بله زبانو این... نه توی این مدت زبانو اصلا هیچ کار خاصی خیلی نتوستم، ولی خب چون ما هرچند کارمون برنامه‌نویسیه تقریبا صبح تا شب بخیر 2 ساعت مثلا 1 ساعت 2 ساعت بخیر یوتیوب میدیدیم، چیزای آموزشی میدیدیم، میخوندیم و اینا، بعدن که من دیگه به صورت جدی شروع کردم زبان رو فهمیدم که کلی ارا رفته بودم قبلا تو انگلیسی و آره یعنی تاثیرش، یعنی مدرک خاصی توی انگلیسی نرفتی مثلا دنبالش شما کافل داشته باشی یه چیز خاصی داشته باشی؟ نه چیزی لازم نداشت. بعد بعدش که دیگه بعد یه سال و نیم که دیگه تقریبا دیدم که کارهای شرکت هم سبک شد و خودم هم دیگه بیدم اون چیزای فنی که میخواستم و یاد گرفتم، شروع کردم خوندن زبان انگلیسی، خوندن که آره مستقیم حالا با نرم افزارهای مختلف و سایت های مختلف و اینا، و دیگه میگم من مترو میره حالا موقعی کرونا نشده بود مترو میرفتم اینا، مثلا خب روزی مثلا 1 ساعت رفت 2 ساعت برگشت 2 ساعت وقت داشتم کامل میخوندم، خونه میرفتم حالا یوتیوب میدم و همه کارهایی که دیگه قرار بود چون تو محیط واقعی بشنوم و صحبت کنم، دیگه خیلی دنبال چیز آکادمیک نبودم که چیزای قلم به سلم به قول معرفیات بگیرم، دنبال بودم که اون دانش که دارم رو عملی کنم و با دوستان بله با دوستان همکار میشستم، مثلا بعد که ساعت کاری تمام شد تو شرکت مثلا امکانش بود 1 ساعت 2 ساعت رو میشستیم مثلا همجور با هم صحبت میکردیم، خب دوستان هم بهتر بود توانشون تو این زمینه و من هر روز یعنی من مثلا ساعت 10 شب میرسیدم خونه دیگه، صبح که میرفتم تا مثلا 8 کار بودیم 7 کار بودیم، یه 2 ساعت هم میشستیم و دیگه 9:30 به انگلیسی با هم صحبت میکردیم با هم کارا.
آره دیگه، یه وقتای موضوعای مثلا روز شرکت و مثلا حرفی که قرار بود با هم در مورد پروژه‌ای که داریم انجام میدیم سر کار صحبت کنیم، فردا همون شبش مثلا انگلیسی بر هم توضیح میدادیم، یا حالا حرف خودمون رو میزدیم، خاطرمون رو تعریف میکردیم، مثلا چیزایی که تو روز میخواستیم حرف بزنیم و مثلا شب میگفتیم بذارین و موضوع مثلا صحبت شبمون به انگلیسی باشه، که به قول معروف یه تیر دو نشون میشه که هم انگلیسی حرف میزنیم هم حرفی که میزنیم حرفی بوده که قراره زده بشه و یعنی ببین کاملا واقعی باشه موضوع. نمونه یه شخصی هستی که اومده نگاه کرده که آقا من میخوام یه کاری انجام بدم، چه امکاناتی کنار من هست که از همین امکانات استفاده کنم بتونم پیشرفت کنم و خودم رو ارتقا بدم. بعد زبانت بهتر شد و زمان شد حدودا دیگه کرونا اومده بود احتمالاً دیگه خورد بلدی. به اول اسفند ما از اول اسفند شرکت رو کردیم ریموت و منم برنامه این بود که بعد عید شروع کنم رزومه فرستادن. بعدش دیگه میگم تا دیگه نشستیم خونه و یه ذره کارا رو جمع کردیم، من دقیقا میتونم بگم شاید یه روز دو روز بعد عید 99 بود که من اول رزومه رو فرستادم و دیگه شروع کردم، یعنی دیگه اولیو فرستادم و شروع کردم. و چون انقدر آگهی خونده بودم، حتی یه سری شرکت ها رو آگهی ها رو از قبل رزرو کرده بودم، حتی آگهی خیلی سری میاد و میره، مثلا اینجوری نیست که آگهی رو حتما 6 ماه حتما بمونه، خیلی ها دویم و دو ماه میره، ولی آشنا بودم با سیستم یا حتی شرکت ها رو مثلا میشناختم و اینکه به قول معروف با یه نگاه کردن با اون آگهی میفهمیدم که به درد من میخوره یا نه. و دیگه شروع کردم آگهی فرستادن. آگهی ها رو هم تو لینکدین اکثرا میگشتم و حالا لینکدین یه مدل داره، میگم الان چون به دیتیل بخوایم یه ذره به جزئیات بگیم، لینکدین یه مدل ایزی اپلای داره که همون تو لینکدین اقدام میکنین شما میفرستین آگهی، یا یه مدلی هم داره که میذارین تو سایت های جانبی که خدمات اپلای کردن و دارن این کار انجام میدین، یا حالا سایت جانبی یا سایت خود شرکت. ولی من حدود مجموعا بگم مثلا یه روزی 9 تا 10 تا 7 تا مثلا اینجوری اپلای میکنم و کاملا کار وقتگیریه میدونین، یعنی تا آگهی رو پیدا کنید، به خصوص اینایی که میرن تو سایت دیگه سایت رو پر کنین فرمش رو، یا وقتی رجیستر جدا میخواد اینا، واقعا مثلا 10 تا آگهی میخواستین اپلای بکنه من یه ساعت و نیم فقط وقتمو میگرفت اینا که بخوام بهشون برسم، یعنی کار واقعا وقتگیریه و دیگه آدم خسته میشه مثلا بعد 100 تا 150 تا 200. بعد دقیقاً برای هر کاری بعد جدا بیای یه دونه کاور لتر جدا بنویسی، یه دونه انشایبه جدا، مال اینا رو تو کارگاه کاریابیمون به بچه‌ها توضیح میدادیم، اونا هم دقیقاً میگفتن آقا ما یه آگهی رو که میخوام بنویسم شاید مثلا حتی دو سه روز اون اولاش که برات خیلی سخته زمان ببره که فقط اون کاور لترش رو تنظیم کنی مناسب اون آگهی شغلی که نگاه کردی و دیدی. در مورد کاور لتر من یه چیزی بگم، ولی نظر شخصی می دیگه، هر کی هر جوری خودش صلاح میدونه انجام بده، ولی من کاور لتر رو خب خیلی جاها که نداشتم برای فرستادن، مثلا اونایی که ایزی اپلای بودن تو خود لینکدین معمولا ندارن همین چیزی. حالا تو کار برنامه‌نویسی خیلی شاید بگیم روتین نباشه، ولی شرکتایی که میشناختمشون یا احتمال بالایی میدادم که اینا مثلا قبول بکنن یا برام خیلی ارزشمند بودن، اینجوری بگم بهتره، برای اونا نه واقعا اختصاصی مینوشتم و واقعا هم 3-4 ساعت وقت رو میذاشتم که واقعا اونو براشون بنویسم و بفرستم. و حتی اون شرکتی که قبول شدم یکی اون بود که قشنگ یادمه یه روز مثلا 4 صبح بود شروع کردم تا 9 صبح مثلا یه کاور لتر نوشتم و دیگه مثلا 9-10 صبح اپلای کرد دیگه. آره همه یه شرکتی 150 تا به ازای هر کدوم واقعا کاور لترن شاید نیاز نباشه، من حالا نظر شخصیمه، ولی واقعا اونایی که ارزشمنده یعنی خیلی مچتونه اونا واقعا میاد. دقیقاً همینه. ببین عموما هم شما وقتی که مثلا اگه 100 جا اپلای میکنی عین 100 جا اصلا خیلی جا هستش که همینجوری میبینی آگهی رو میبینی مثلا 50% به تو میخوره، میگه آقا اینم بفرست، حالا یه موقعی اونا واقعا چه میدونم سنگ مفت گنجیش مفت دیگه، چون وقتم نداریم مثلا 5-6 تا دیگه داری که اونا خیلی بیشتر بهت میخوره، اینم میگی بذار اپلای کنم، ولی عموما اینه که بعد این زمان رو بذاری متناسبش انجام بدی. الان سوالی که برام میمونه اینی که تو مجموعاً چند تا اپلای شغلی داشتی تا این کار رو پیدا کردی؟ ببینید من تا همین امروز داشتم چک میکردم تو لینکدین مثلا حدود 60 تا اون ایزی اپلای ها، چون هیستوریش هست تو خودت، 60 تا ایزی اپلای بودن، حداقل میتونم بگم مثلا 70 تا 80 تا اونایی بودن که یا ایمیل مستقیم بودن یا تو سایت های میرفتن، حدود 150 تایی شد حداقل دیگه، حالا انقدر بالودی نمیدونم که حالا با یه خطای 10-20%، ولی بالای 100 تاست که میفرستیم. و اکثرا این نکته هم هست که حالا خیلی ناامید نشید، چون من موقع هیچ که نمیشناختم که کسی که رفته باشه آلمان، اصلا کسی که این پروسه رو چک کرده من پیدا نکردم تا اون موقع، کسی و هیچ اطلاعی از این چیزا نداشتم.
و میبینم که کسی جوابم نمیده یا فقط از جواب ریجکتی میاد و خب من نمیفهمم ریجکتیه به خاطر اینکه یعنی مثلا توانای فنیم پایینه، رزومم خوب نیست، چیه؟ و خب بعدا فهمیدم که نه، خیلی من شغلایی که فقط توشون نوشته که ویزا اسپانسرشیپ دارن اونا جواب میدن به کسایی که خارج از آلمان هستن یا خارج از اتحادیه اروپا هستن، اینجوری بگیم بهتره، اونا که اصلا همچین ساپورتی رو دارن، بقیه که ننوشتن معمولا همچین کاری نمیکنن. حالا چون ما خرجی نداش میفرستادیم، ولی من میتونم بگم مثلا 7 تا 8 تا شرکتی که ویزا اسپانسرشیپ داشتن و فرستادم، از این 100 خورده ای مثلا 10% ویزا اسپانسرشیپ داشتن و 70% اونا مثلا 10 تا شرکتی که این خدماتو میدادن من رزومه فرستادم و 7 تاشون رو مصاحبه گرفتم. فهمیدم مثلا همون اول خب یه شرکت خیلی بزرگ دیگه هم بود که فرستادم من آلمان، حالا یه شرکت یوبی سافت تو بازسازی مثلا، خب مثلا یه هفته بعدش همون اولینجا مصاحبه گرفتم و فهمیدم که خب من رزومم خوب بوده، مثلا مشکل تو رنشتن رزومه، تو کاور لتر اینو نداشتم. مشکل همونه که خیلی شرکت‌ها اصلا خارج از اتحادیه اروپا نیرو نمیگیرن، اون دردسرشون قبول نمیکنن به قول معروف این پروسه، و مسئله همونه که ریجکت میشین. علی جان یه چیز خیلی جالب من اینجا خوبه بگم، بچه‌هایی که این ویدیو رو میبینن به احتمال بسیار زیاد اون ویدیوهای قبلی مربوط به بلوکارت آلمان هم دیدن که ما درست کردیم با آقای سینا محمدی بود فکر می‌کنم فامیلیشون، ایشون رشته مکانیک خونده بودن و برای ایشون این شکلی بود که اینطوری که من حالا یادم هست ویدیو مال فکر کنم یه سال پیش بود، چون که من یادمه یک شرکتی بود که اصلا این سیستم ویزا از مثلا چجوری میتونه یه نیروی ماهر بیاد آلمان خیلی دقیق نمیدونست، ولی خب براش جالب بود که یه نفر مثلا از ایران درخواست داده و بعد ایشون خودش براش توضیح داده بود که آره اینجوری و نمیدونم من میتونم بیام اونجا، و خلاصه اون شرکت هم دیگه همکاری کرده بود که اومده بود. ولی همینی که شما میگی یه سری شرکت ها هست که خودشون احتمالاً از اول دیگه میدونن که کمبود نیروی کار وجود داره و میگن ما این کمک رو میکنیم که حتی از کشورهای دیگه مثل ایران، پاکستان، هند، کشورهای دیگه هم بتونن نیروی متخصص بگیرن و بیان آلمان. خب شما پس در واقع 7 تا مصاحبه داشتی که از این شرکت ها بود، مصاحبه دیگه ای هم کارت رسید که این ویزا اسپانسرشیپ که میگی و توش نداده باشن؟ نه، هیچ شرکتی که واقعا اونو تو آگهیش ننوشته بود جواب نداد، و حتی میتونم بگم شرکت هایی که مثلا من میدم رزومم 50% به کارشون میخوره ولی ویزا اسپانسرشیپ داشتن، با اونا مصاحبه رفتم، مثلا 2 تا 3 تا مصاحبه با اونا رفتم، یعنی از اون لحاظ مطمئن شدم که من با اینکه رزومم 50% مچ اون کاره ولی اینا مصاحبه دادن، پس مشکل فقط همون اسپانسرشیپ ویزا که شرکت ها اصلا یا جواب نمیدن یا درجا ریجکت میکنن، چون تو ایمیل ها معمولا می نویسن که شخص بهتری رو پیدا میکنی کردیم، مثلا یه ذره یه جوری می نویسن که شما واقعا فکر میکنی یه نفر آدم نشسته قشنگ رزومه شما رو بررسی کرده، نه این مثلا خوب نیست، در صورتی که تا میبینن تو اتحادیه نیستین درجا ریجکت میکنن وقتی همچه خدماتی رو نمیدن، قرار نیست که همچه نیرویی از خارج بگه. اینجا ما باید یه نکته رو اضافه بکنیم، یه نظریه‌ای به وجود اومده، دوستان میگن که آقا ویزای جستجوی کار که حالا البته الانم به خاطر کرونا اصلا صادر نمیشه، ما تاریخ ویدیو رو حتما میگیم، امروز چندم آقا داریم صحبت کنیم، 5 آپریل فکر میکنم 5 آپریل 2021، ما امروز که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم سفارت آلمان تو ایران اصلا ویزای جستجوی کار گویا نمیده اینجوری که من متوجه شدم، ولی زمانی که این ویزا صادر میشد خیلی هم گفتن اصلا کار بیخودیه به خاطر اینکه شما میای آلمان بعد باید مثلا کلی پول خرج کنی، باید اینجا هم ایمیل بزنی، اینجوری نیست بری دم در شرکت ها مثلا بگی آقا نیاز به کارمند دارید یا نه، نکته تو اینه، بله اینجا باید ایمیل بزنی ولی اینجا شما ایمیلی که میزنی آدرس تو آلمانه و اگر که تو ایران باشی آدرس تو ایرانه و همون شرکت ها به قول ایشون خیلی اصلا حاضر نیستن این کارو بکنن. ما دو تا نتیجه میخوام اینجا بگیرم، نتیجه گیری اول این که پس یه سری شرکت هایی هستن همین اول میگن که ما همچین خدماتی رو داریم برای کسایی که اصلا خارج از اتحادیه هستن. شما علی جان یه زحمتی بکشی یه نمونه آگهی این شکلی که توش نوشته که این ویزا اسپانسرشیپ رو میدیم برای من بعدم بفرست که من بذارم تو ویدیو بچه ها نمونه شو ببینن کجا نوشته چه شکلیه. و نتیجه گیری دوم اینه که همینجا این سوال به وجود میاد، خب من مثلا رشتم ماساژه، کارم آشپزیه، مثلا چجوری من بیام آلمان؟ ببین یه سری شرکت هایی هستن تو زمینه آیتی اومدن گفتن آقا ما حتی حاضریم از کشورهای خارج اتحادیه هم آدم بگیریم. این چیو نشون میده؟ نشون میده که هم نیاز وجود داره به این نیروی کار و هم کمبود تو آلمان وجود داره و تو اتحادیه اروپا که میگن ما حاضریم خارج از اتحادیه اروپا هم حتی نیروی ماهر بگیریم. ولی مثلا یه همچین چیزی من فکر نمی کنم برای رشته
آشپزی مثلا، برای رشته های دیگه ای که حالا جز شغل های دیگه است ولی آلمان اون نیاز واجب رو بهشون نداره، برای اونا فکر نمی کنم همچین خدماتی باشه. و به خاطر همین این مهاجرت جاب، یعنی با جاب آفر مستقیم مهاجرت کردن، فکر می کنم مناسب بچه های رشته های آیتی باشه. توی زمینه پرستاری هم این نیازه هست، ولی خب فکر میکنم علی جان اونجا باید شما زبان آلمانیت هم بهتر باشه تو زمینه پرستاری، به خاطر اینکه با مریض و با آدم ها اینا در ارتباط هستی، ولی خب توی زمینه آیتی خیلی راحت‌تره براشون که با انگلیسی هم کسی استخدام کنن. آقا ادامه میدیم، پس شما در واقع یه نزدیک 150 تا اپلای کردی، از اینها اون تعدادشون که گفته بودن ما حاضریم نیروی از خارج از اتحادیه هم بگیریم، یکی از شرکت‌هایی بود که بالاخره شما رو استخدام کرد. سوالی که اینجا وجود داره، پروسه آیا به همین شکل بود یا شما این وسط ها مثلا وقت سفارت گرفته بودی یا مثلا یه مدرکی رو ترجمه کرده بودی، یه کار اینجوری هم انجام داده بودی، یا نه این کلش بود همینه که تا الان گفتی؟ نه، تا قبل اینکه من قراردادو بگیرم هیچ کاری انجام نداده بودم، خیلی هم در جریان نبودم که چیکار باید بکنم. هزینه‌ای کرده بودی؟ پولی هزینه کرده بودی تا حالا؟ نه، اگه هزینه بوده رو خودم بوده که مثلا نشستم خونه و تا کارا رو انجام بدم. اون وقتی که میذارین، چون مثلا یه حدود یک دو ماه شاید کامل هر روز باید اپلای کنین، هر روز مثلا باید یه چیز جدید بخونین، هر روز شاید مصاحبه ها، من مثلا یه زمانی بود 4 تا شرکت همزمان مصاحبه داشتم، نه توی لحظه، یعنی توی بازه من مثلا مصاحبه دومی یکی بودم، مصاحبه اولی یکی دیگه، و واقعا کار داشتم. یعنی یکیشون تست داده بود، کد میدن که تست شما مثلا یه هفته وقت دارین، بعد بعدی میده، مثلا واقعا یه جوری میبینین که توی زمانی شما صبح تا شب درگیر مصاحباتون، یا دارین یه چیزی میخونید برای مصاحبه بعدی، یا آماده سازیه، یا کدشو دارین میزنین، و خیلی این چیزا میگم یهو توی زمانی چند تا مصاحبه که همزمان میشن وقتو میگیره، و تنها هزینه اینه که شما مثلا کارتون رو شاید نتونین انجام بدین که و مجبورین کارو بکنین، یعنی سرمایه رو خودتونه، یا مثلا باید وقت بذارین زیاد بگیرین. پس همینجا ما میتونیم یکی از سوالایی که خیلی بچه‌ها تو اینستاگرام پرسیدن که من امروز از شما بپرسم که چقدر هزینه کردی، چقدر پولت شد، رو تا اینجا بگیم که ایشون تا وقتی که به مصاحبه هم رسیده و کارو پیدا کرده در واقع هزینه‌ای به جای فعلا هنوز نداده. خب بعد ادامه‌اش چه جوری شد، چیکار کردی؟ محمد از چند دقیقه سعی می‌کنم یه کلیتی بگم، چون من بچه‌های تو گروه‌هایی که بودم بعدن که آشنا شدیم، بچه‌های معماری دیدم، عمران دیدم، مکانیک، پرستاری، و حال درسته غیر از آیتی همشون زبانشون آلمانی بود، حتی مکانیکا، تکنیسیان برق، حتی مثلا کسایی که تکنیسیان خط تولید ماشین بودن، اونا هم تونسته بودن، اونا هم تونسته بودن بدون مدرک دانشگاهی جاب آفر بگیرن؟ نه نه، مدرک دانشگاهی، مدرک فنی حرفه‌ای بله، و افراد دیگه‌ای هم بودن. همین من تا دیروز دیدم بندای دیگه‌ای که حتی من مثلا من بندی که من باهاش ویزا گرفتم، اجازه کار گرفتم، 19C تو پرانتز 2، مثلا دوستای دیگه بودن 18A بلو کارت نیست، ولی همین اسکیل ورکر نوع دیگه، و این قانونای آلمان انقدر زیادی که من بعد 2 سال خوندم واقعا خودم هنوز سر در نمیاد. درسته. یعنی بودن بچه‌هایی که بودن بچه‌هایی که مثلا تو رشته پرستاری خودشون کارهای خودشونو کردن و اومدن آلمان. آقا مدرک تحصیلی داشتن؟ درسته، مدرک شو داشتن. آره، همه کار خودشون کردن. من ببخشید، من تا حالا حداقل با کسایی که در ارتباط بودیم، چون مثلا یه گروهی هست که حدود مثلا 70 80 نفر بودیم با هم، تقریبا توی فاز بودیم، هنوز همه تو صف سفارت بودیم و اینا، حالا یکی جلوتر یکی عقب‌تر، من هیچ کدومو ندیدم که کسی بگه مثلا من الان با شرکتی دارم کار میکنم، یعنی چی بهش میگن، مشاور یا فکر کنم وکیل مهاجرتی میگن. آره، جنتی، آره، اصلا هیچ کسی. واقعا اگه کسی که نتونه چند تا فرم خودش پر کنه، احتمالا کارم نمیتونه پیدا کنه 100%، اصلا نمیتونه زندگی بکنه اینجا. اینجا هیچ کار نمیتونه. ببین، من الان دوباره داغ دل منو تازه کردی. چند هفته پیش من یه مشاوره داشتم، توی مشاوره دوستان گفتن که ما الان کارمون رو داده بودیم یه شرکتی، یه قسط اولمون هم دادیم 1200 یورو، بقیه‌اشو دیگه نمیخوایم بدیم، میخوایم خودمون کارمون رو بکنیم. گفتم خب این شرکت تا الان برای شما چیکار کرده؟ گفتن هیچی، کارای وقت سفارتمون رو انجام داده. گفتم کارای وقت سفارت یعنی دقیقاً چی؟ گفتن هیچی، وقت سفارت رو به همون درخواست داده. گفتم خب اون که تو سایتش میری اطلاعات پاسپورتتو میزنی، کلیک میکنی و ایمیلش فرستاده میشه، در واقع 5 دقیقه هم نیست، شما برای 5 دقیقه کار 1300 یورو هزینه کردی. گفتن که آره. بعد خندیدن و گفتم خب اگه سری بعد خواستی برای 5 دقیقه کار 1300 یورو بدین، بدین، حداقل من براتون انجام میدم. حالا شوخی کردیم با هم گذشتش، ولی دقیقا همینه. یعنی میشه هم که آدم خودش کارشو انجام بده،
و خب یه عده‌ای هستن که دوست دارن کارا سریعتر پیش بره، یا وقتشو ندارن یا بلد نیستن یا هر چیزی. من نمیخوام بگم اصلا بده، بعضی وقتا فکر میکنم بچه ها که من دارم میگم وکلای مهاجرتی بدن. اولا که حرف تو معذرت میخوام چقدر، من میگم ولی بدن، من میگم بدن حالا آخه یه مسئله وجود داره. من این صحبت رو داشتم با یه عزیزی پزشک بود و میگفتش ببین من واقعا دغدغم هم پولشو دارم، هم واقعا نمیخوام فکر کنم راجع به اینکه مثلا میخوام یه نفر برام رزومه بنویسه، کارم انجام بده، اپلای کنم. ما باهاش یه بحث خیلی چالشی داشتیم که منم اون موقع همین هم نظر شما بودم. اون میگفتش که آقا چه اشکالی داره اگه من خودم راضی باشم و یه آدمی هم واقعا منصف باشه و خوب باشه، یعنی مثلا بگه من ازت چه میدونم 10,000 یورو ازت میگیرم، هم برات کار پیدا میکنم، هم برات رزومه میفرستم، این کارو برات انجام میدم و انجامم بده، من راضیم، اونم راضیه، شما چی میگی؟ من یه خود فکر کردم دیدم که راست میگه، یعنی واقعا خیلی خیلی این مورد هم تقاضاش هست. ولی از اون طرف هم یه عده هستم مثل علی جان و مثل خیلی کسای دیگه، مثل خود منم اگه بخوام کاری بکنم، که آدم دوست داره خودش هم یاد بگیره هم خودش انجام بده. ما برای اون دسته از دوستان داریم این محتواها رو تولید میکنیم. علی جان من اگر که بتونی بهم کمک کنی بعداً با چند نفر دیگه هم وصلم کنی، با اونا هم راجع به رشته های دیگه ویدیو درست کنیم دیگه خیلی عالی میشه، حتی راجع به رشته پرستاری و رشته های دیگه که خودشون کارشون کردن. من حتما پیغامتون میرسونم دیگه، حالا دوستان اگر عجب سبتم. ولی حالا من اگر بخوام یه جسارتی بکنم در مورد افراد همین مشاور یا وکیلا، من به نظرم این کار اصلا نشدنیه که یکی بیاد به جای شما یه کار رو بکنه و درست انجام بده، چون اولا که رشته شماه، شما میدونید که چه چیزی بهترینه، شرایط شما چیه، شما چی میخواید، چه چیزی در انتظارتونه، و قاعدتا اون شخصی که میاد برای شما پر میکنه انقدر این تخصص رو نداره، انقدر هم وقت نمیذارن، چون چیزی که داریم میبینیم یعنی مثلا اون طرف بعد حداقل مثلا چند دین تا آدم رو این کار رو کرده باشه که تجربه دست روشه، ولی خیلی وقتا معمولا شما نفر اول دوم سوم اون آدمی و کاملا آزمون خطاشو داره با شما جلو میبره. و مهمتر از این اینی که شما باید در جریان کاری که دارین انجام میدین باشین، بالاخره بعدا میرسین اینجا تازه شروع میشه کار، اینجا میخوان یه وقت بانک بگیرید. من مثلا به چند تا بانک ایمیل زدم توی این اوضاع کرونا به خصوص تا کی جواب بده، چجوری وقت بدن، بعد خود یه حساب واکن دو بار سه بار بعد برید بیاید نامه بگیرین. واقعا مثلا من یه ماه اول فقط دارم بیمه بانک مثلا رجیستر تو شهرداری نمیدونم بعد رزیدنسی، بعد اینا رو همه در جریان باشید و اینا کاری نیست که برسید اینجا تازه کسی بیاد بهتون بگه، بعد این پروسه رو عقب آشنا باشین، مدارک از ایران یه سری آماده کنید که بیارید اینجا لازمتون میشه، حتی یکی هم کارشو درست اونور برای شما انجام بده اینور شما بازم گیر. علی جان یه چیزی دقیقاً همون خانم پزشک به من میگفتش که مثلا یکی از چیزای مثبتی که تعریف میکرد میگفت من برای این پکیجی که پول دادم اونجا توی آلمان استقبال شد از من، توی فرودگاه اومدن دنبالم، منو بردن برام خونه پیدا کردن، بعد برای من ترمین همین اداره اینجا که میگی برای خودتو انملدن کنی محل آدرس تو، این کارم کمکم کردن. و دقیقا بحث ما سر همین بود، من میگفتم شما برای اینکه تو آلمان بتونی آدم قوی بشی باید این کارو خودت یاد بگیری، هنوزم میگم، ولی باز یه عده میگن که آقا من دوست دارم این خدماتمو همه رو بدم یکی دیگه انجام بده به خاطر اینکه ذهنم راحت تره و اصلا دوست ندارم برم سمتش، دوست دارم انجام ندم. تهش به این نتیجه میرسی که واقعا هر کسی برای خودش ببینه، برای یه عده اینجوری درسته داره که یه همچه خدماتو بگیره احتمالا اصلا نیاز نداره بیان آلمان. دقیقا اون افراد اتفاقا آلمان میان درآمدشون کمتر میشه، دقیقا این افراد آلمان میان درآمدشون کمتر میشه. حالا برگردیم بحث خودمون، پس شما در واقع رسیدی به قسمت مصاحبه، اینجا برای من توضیح بده که چند جلسه مصاحبه بود و اگه اطلاعاتی هست که برای بچه های همرشتت مهمه اونا هم بگو. برای من این مصاحبه ها خب معمولا سه مرحله یا چهار مرحله معمولا طبق تجربه که من داشتم مصاحبه ها انجام میشه. بعضی شرکت ها خب مثلا اولش یه HR دارن در حد یه رو 20 دقیقه سوالای عادی روتین و هیچ کدومش حداقل از من این سوالای HRی که تو اینترنت سرچ میکنید نیست، یه سوالای عجیب غریبی که مثلا 5 سال دیگه کجایی و نمیدونم چرا اصلا زندگیت اینجوری شده و یه سری سوالایی که هیچکی نمیتونه احتمالاً جواب بده. این سوال نپرسیدن، سوال واقعا که مربوطه به کار یا یه گپ و گفت دوستانه یه که اصلا ببینن طرف شرایطش چجوریه. و بعضی شرکت هم نه، همون جلسه اول جلسه فنیه، اونم در حد یه سری اشعار داره آشنایی و یه سری ساعت فنی خیلی اولیه که ببینن اصلا واقعا طرف در حدی هست که مثلا ما یه جلسه جدی تری براش بذاریم یا نه.
بعدش جلسه دوم، حتی جلسه دی مرحله دوم، معمولا شرکت ها یه تست میدن، یه کدی، یه صورت مسئله به شما میدن که حالا 2 روز، 3 روز، یه هفته بنا به نوع تست شما وقت دارین که یه کدی و یه برنامه رو بنویسین و برایشو بفرستین. این میشه مرحله دوم معمولا. و مرحله سوم خب بر من مثلا یه جلسه چیزی بود، جلسه فنی بود که مثلا چند ساعته بود، 2 ساعته، 3 ساعته بود با چندین نفر، که دیگه حالا مثلا بعضی شرکت ها حتی میار وردن، یعنی اگه زمان غیر کرونا بود برای تو ویزا میگرفتن میومدی حضوری تو شرکت مصاحبه میکردین. و مثلا من شرکتی که خواستم اینجوری بود برنامهش قدیم، ولی الان دیگه وقت کرونا همون اسکایپی انجام شد. و بعد اونم یه جلسه ای که بهش میگن جلسه، حالا بعضی میگن کالچرال میتینگ، کالچرال اینترویو، یا بیشتر به مربوط به سافت اسکیلا میشه. حالا من اینا رو انگلیسی میگم چون فارسی براش نداریم. و سافت اسکیلا منظور چیزای غیر فنیه، یعنی شما رفتارتون چجوریه، نوع برخوردتون چجوریه، مثلا تو شرایط مختلف رفتار با همکارا، با مجموعه، اینا چجوریه، شما واکنش نشون میدید به مسائل. و میتونم بگم حداقل من تو مجموعه این پکیج مصاحبه ها که بگیرین 40-50% سوالا رو این حوزه سافت اسکیل میچرخه. واقعا مثلا این نیست که شما فنیتون فقط اوکیه همه چی رو رد کنید برید، سوالی میپرسن تو شرایط مختلف، یا اصلا نوع برخورد شما رو میبینن که چه جور آدمی هستین، و اینکه حالا یه جور بلد نیستین، شما اگه آدم منعطفی هستین، آدم راحتی هستین تو صحبت، راحت کامیونیکیشنتون خوبه، راحت چیز چی میگن تعامل انجام بدین با آدمای دیگه، خب حالا هرچی بلد نیستین میتونین یاد بگیرید. ولی اگر مثلا آدمی باشین که خیلی درست رابطه برقرار نکنین، خب شخص خودشو فرض میکنه که این قراره بیاد بر فرض حالا بغل دست من بشینه، قراره من صبح تا شب با این آدم کار کنم، اگه نتونیم مثلا 2 کلام با هم حرف بزنیم، خب حالا این آدم استاد کارم باشه، بازم ما کارمون انجام نمیشه. و این سافت اسکیل واقعا حداقل 40-50% قضیه اینا هست. اینجا اجازه بده من یه نکته ای اضافه کنم، برای اینکه یه تجربه مربوط به همین چند هفته اخیر هست. 2 تا از دوستانو میگم که رفتن برای یک پوزیشن شغلی توی یکی از شرکت‌های بزرگ اقدام کردن. یکیشون توی همون رشته مهندسی، مهندسی برق بود، دکترا داشت و چندین سال تجربه کار در صنعت، و فرد بعدی تجربه کار تو صنعت نداشت، تو اون رشته فارغ التحصیل شده بود و دکترا هم نداشت، فقط فوق لیسانس داشت. اما از لحاظ رفتاری اونی که دکترا داشت آدمی بود که واقعا هم استاد بود، هم مثلا استاد بود دیگه، شما حتی ممکن بود از خود طرفم که ازش مصاحبه میکنن ایراد بگیره، مثلا بگه شما تو شرکت مثلا این کارو بعد یه جور دیگه انجام میدید و اینا. و اون یکی شخصم خب هیچ ادعایی نداشت، گفت آقا من تازه فارغ التحصیل شدم و اومدم. جالبه که پیشنهاد حقوقی این افراد هم جفتشون نزدیک به هم بود، اون دکترا 2,000-3,000 یورو بیشتر بوده، اون یکی ذره پایین‌تر بوده. به اونی که دکترا داشته جواب رد دادن، و اون کسی که با خیلی توانایی‌های پایین‌تر بوده ولی سافت اسکیل‌های بهتری داشته، توی گفتگو، تو صحبت کردن خوش برخوردتر بوده و حس بهتری منتقل می‌کرده، اونو استخدام کردن. اینو مثالو گفتم به خاطر اینکه تو همون کارگاه رزومه نویسی خودمونم بچه‌ها اینو باورشون نمی‌شد، یعنی با اون نگاه ایران مثلا می‌گفتن آقا من هرچی المپیاد و مثلا چه می‌دونم مدال و اینجور چیزا بیشتر تو رزومه‌ام باشه منو بهتر میگیرن دیگه. گفتم بابا اصلا خیلی وقتا اینا خوب نیست، این حسی که شما نشون بدی آقا من از همه خیلی بهترم، من خیلی آدم خفنیم، یه جوری تو آلمانی بهش میگن دماغ بالای اون طرف، خوششون نمیاد، اتفاقا استخدام نمیکنن آدمو. این یه مثالی بود که خود علی جان گفتن، یه مثالم که من داشتم، که پس این موضوع هم اینجا گفتیم. بله این حالا روال کلی بود که در مورد مصاحبه مال ذهنم اومد ممکن مفید باشه. و یه قضیه دیگه که در مورد این مسئله که شما الان گفتین، خب من دانشگاه رفته بودم، من مثلا 3-4 ترم رفتم همین رشته نرم افزار، و بعدش دیدم که دیگه به کارم نمیاد و خودم مسیرم میخوام تغییر بدم، یا اگرم بخوام حتی نرم افزار کار کنم خودم تنهایی بهتر میتونم یاد بگیرم. و علیرغم مخالفت هایی که در حاشیه هم اتفاق افتاد تو اون زمان، خب تو اون سنی هم که بودیم همچین مستقل هر نشده بودیم که بتونیم راحت تصمیم بگیریم، ولی باز تصمیم گرفتم که مسیر خودم ادامه بدم. و این سوالو تو مصاحبه از من میکردن که مثلا دانشگاه داری نداری یا چی شد، و من همینو دقیقا میگفتم که من ترجیح دادم که خودم مسیرم ادامه بدم و دیدم خودم بهتر میتونم، و کاملا استقبال میشد، هیچ مشکل نداشت که مثلا بگن که نه مثلا تو داری چیز میکنی، همین که آقا تو تصمیم تو چیز، من نمیگم دانشگاه بعد اتفاقا الان هر کی حالا اینم همینجا بگم بگه دانشگاه بخونم، میگم بخون حتما،
حتی تو این نرم افزار بخون، ولی 4 سال وقت تو نذار کامل برای دانشگاه. یعنی مثلا اینکه فکر کنی شما برید دانشگاه حالا شریف، دانشگاه تهران، اینا مثلا 4 سال فقط بشینید درس بخونید بعد فکر میکنید به اتفاق براتون میفته، هیچ اتفاق نمیفته. برید یه دانشگاه به قول معروف یه ذره سطح پایین تر، ولی واقعا 4 سال تو همون زمین خودتون کار کنید، برید مشغول شید جایی و هم به قول معروف مدرکشو بگیرین، هم علم تو دانشگاهشو به دست بیارین، هم تجربهشو همزمان. یعنی نمیارزه که 4 سال فقط درس بخونین. 4 سال فقط درس هیچکیو من که ندیدم. من که دوباره فقط بخواید برید فوق لیسانس بخونید و دوباره برید دکترا بخونید، یه مسیر دیگه است. حالا یه تصوری هم که به وجود میاد بعضی ما تو فرهنگ ما اینه که میگن مثلا این کسی که خودش اینا داره میگه چون خودش مثلا موفق نبوده یا نتونسته به دانشگاه یا هر چی درسش ضعیف بوده مثلا. ولی اینو باید بگم که خود علی جان خودشون اصلا تیسوشان بودن، که حالا ما اینو تو ویدیو بعدی که قرار راجع به زندگیش صحبت بکنیم و چه مسیر عجیبی رو طی کرده تا به اینجا رسیده صحبت کنیم و این چیزایی که میگه در واقع خودش این شرایطو داشته که دانشگاه رو حتی ادامه بده تموم کنه، ولی اون موقع تصمیم گرفته که مسیر دیگه رو بره که بعدم صحبت میکنیم مفصل. پس در واقع مصاحبه رو داشتی و تموم شد و گفتن که ما شما رو میخواییم استخدام کنیم، اونجا چی شد؟ برای شما قرارداد فرستادن چی کار کردن؟ بله هم موقع فرداش برای من قرارداد رو فرستادن، من پرینت کردم و امضا کردم دور اسکن و برایش فرستادم و دیگه پروسه گرفتن اجازه کار شروع شد. هنوز تو ایرانی و حتی و تو هنوز خودت تو ایرانی و حتی به سفارت هم ایمیل نزدی یا ایمیل زدی چیکار کردی؟ هنوز فعلا هیچ خبری نیست. دقیقاً وسط مرداد بود، ما تا بعد اینکه به قول معروف قرارداد امضا کردیم این پروسه‌ای که بعد بفرستن اداره کار آلمان و یه پیش اجازه کار حالا یه همچین اسمی داره برای شخص بگیرن. و حالا این داستانی که متفاوته، بعضیا بلو کارت شرایطشون میشه نمیخواد، بعضیا حقوقشون خیلی انقدر شرایط مختلفه که شما الان بلو کارت نیستی درسته؟ بلو کارت نیستی شما؟ نه. برای بلو کارت یه سقف حقوقی هستش که فکر میکنم 40,000 یورو به بالا هست در سالیان حقوق ناخالص، و من معمولا تو ویدیوها سعی میکنم اطلاعات دقیق باشه. یه ویدیو هم قبلا اینجا درست کردم که راجع به حقوق خودم توی دانشگاه صحبت کردم و فیش حقوقی خودم رو نشون دادم، دقیق صحبت کردیم. حالا این در واقع اجازه رو به خودم میدم که از شما هم سوال کنم، اگر که خودت دوست داری به ما بگو که حقوق شما چقدر بودش یا در چه رنجی بودش که بچه‌ها دستشون بیاد ببینن که این نوع مهاجرت چه حقوقی هم میتونه داشته باشه برای زندگیتون. حالا من به عنوان یه چیز کلی بگم که حقوقا خیلی مختلف میتونه باشه. من افرادی که دیدم حتی با سابقه تو رشته خودم اینا از همون 43,000-4,000 تا که کف بلو کارت هست شروع میشه و بالاتر، ولی برای خود من اتفاقا دوستانی که برن همون ویدیوی که شما ساخته بودین دقیقا اون فیش حقوقیتون هم مندم گوشته بودید و به جز توضیح داده بودین ببینن، من هم حقوقم با 2-3% اختلاف شبیه هم حقوق شما هست. حالا اینجوری دوستان میتونن برن کنجکاوشن برن آره یه ویدیوی دیگه هم ببینن که یه سری اطلاعات دیگه شون هم اضافه شه. فکر میکردم شما بلوکات نشدی به خاطر اینکه مثلا حقوقت کمتر بوده، ولی خب اگه حقوقت اونقدر بود و با 2-3% اختلاف، خب یعنی اینکه بالای 50,000 یورو بوده و این از بلوکارت هم بیشتره. چرا پس بلوکارت نشد؟ چون بلوکارت یکی از نیازمندیاش همون داشتن مدرک دانشگاهیه که نداشتم، ولی خب با این قانونی که من یعنی تونستم اجازه کار بگیرم که همون بحث یه قانون اسکیلد ورکر مارچ 2020 تصویب شده، اینم خیلی دست کمی از بلوکارت نداره، یعنی مشکل نداره، شما میتونید همسر فرزند رو همراهتون بیارین، همون کف بلوکارت که 44,000 تاست برای 2021 رو داشته باشین تو رشته IT یا رشته هایی که کمبود دارن میتونید بیاید، و بعد 4 سال هم به شما پرمننت رزیدنسی میدن. همسرتون نیاز به داشتن مدرک زبان آلمانی نداره تو این نوع گرفتن، یعنی یکی از مسائل اینه که واقعا پیوسته اون شخص اصلی نیاز به مدرک A1 آلمانی داره یا نه، که هرچند همسر من تقریبا B1 داره، مشکلی هم لحاظ نداشت، ولی خب نیاز ندارم. و من مقایسه هایی کردم خیلی تفاوت خاص نداشت. حالا بلوکارت ها 1 سال زودتر میتونن پرمننت رزیدنسی یا اقامت دائم رو بگیرن، مثلا کسی که مثل ما 1 سال دیرتر. من تنها تفاوتی که دیدم برای خودم مهم بود این بود. یه مسئله دیگه هم هست که تو این نوع ویزا فکر میکنم شما درسته که مدرک دانشگاهی نداری، ولی از شما یک حداقل زمان تجربه کاری میخوان، درسته؟ این زمان چقدر هستش؟ این زمان رو من تو خودم تو قانونش تا جایی که خوندم و یادمه یه سوده 3 سال یا 4 سال زده،
ولی خب از من حدود یه سود 9 سال من تجربه کار دادم، یعنی دفعه اول 3 سال دادم و شرکت فکر کنه کافیه، ولی اداره دوباره کار گفت که کل رزومه ای که فرستاده برای ما که حدود 10 سال 9 سال بود که من کار مربوط به نرم افزار میکردم، گفت کلشو بفرسته. و من رفتم دیگه شرکت ها رو دونه دونه تا پیدا کنم، هرچند مثلا یه شرکتی رو که 1 سال بودم دیگه نتونستم ازش بگیرم، اون شرکت جمع کرده بود، ولی خب اونو دیگه صرف نظر کردم، ولی حدود 7 سال یا 8 سال من براشون سابقه کار تونستم بگیرم از شرکت ها و بفرستم و همین کافی بود. من سالو میخواد من تا جایی که یادمه، ولی باز میگم همه چی ممکنه تغییر کنه. آقا من یه سوالی دارم میخوام بپرسم، سواله شما هم نشنیده بگیرین، شما هم این سوال نشنیده بگیرین، ولی همینجوری بین خودمون اصلا ایشالله هم که این سوال رو کسی نمیفهم و اینا. شما سمت بازار تهران یه جایی هستش که در واقع میرید سمت، فکر میکنم از سبز میدون رو میفتی میری یه جایی اسمش دقیقا نمیدونم چیه، فکر کنم سر ناصر خسرو میشه، یه مسجد یه میریم پایین، شما باید مثلا با 20,000 تومن مهر درست میکنن. شما اگه بری اینجا مثلا یه مهر شرکت بگیری، بعد بیای بر خود مثلا یه دونه رزومه درست کنی، آقا من 5 سال تو این شرکت بودم، مهر رو بزنی پایینش یه سربرگ هم درست کنی اینو بفرستی براشون، چی میشه به نظرت؟ حل میشه مشکلی واقعا من نشنه بگیریم، ولی حل میشه. جدی اینجوری فکر میکنی؟ آخه چون ثبت شده نیستش که الان مثلا شما بگو شرکت چیچی گستر مثلا توی یزد مثلا اینو دیگه آلمانی چجوری میتونه اینو پیدا کنه؟ دقیقا چون اصلا مسئله نیست که بگین شما مثلا قانون رو دور زنی، نه اینا واقعا دیگه یه چیزاییه که نمیدونم دیگه، اینو همه میدونن که آلمانی ها یه مقدار کاغذبازی چون دوست دارن هی مدرک فقط جمع کنن، وگرنه وقتی که شما تخصصی داشتین که یه شرکتی با یه حقوق خوبی شما رو قبول کنه بیاره هزینه ها درد سرش رو قبول کنه دیگه، حالا شما ممکنه واقعا یکی نابغه باشه با 2 سال به اون توانایی برسه، یکی شاید مثل من کنزن باشه با 7-8 سال، ولی خب مهم اینه که شما اون کار رو دارید میکنید و اون ارزش افزوده رو برای اون شرکت و برای اون کشور دارید دیگه، چه فرقی میکنه چند سال کجا کار کردید. با خاطر همین واقعا این کاغذبازی های آلمانیه. من حالا اینی که پرسیدم واقعا فقط به خاطر همون مسئله مستندسازی خودم پرسیدم، که یعنی در واقع سوال میپرسم، ولی سوال ممکنه اصلا ممکن نه قطعا من خودم این راهو به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم، این کسی که یه چیزی رو بلد نیست یا اصلا کلا تقلب کردن رو پیشنهاد نمیکنم. دو دو تا چهار تا شما اگر که شرکتی کار کرده باشید خب بهتون مدرکش هم میده و تخصصش هم دارید، اگه شرکتی کار نکرده باشید معمولا تخصصش هم ندارید. و این سوالو فقط برای اینکه سازوکارش رو بهتر بتونم ببینم چه جوری پرسیدم خدمتتون، که آره تا اونو بفرستن یه 3 هفته طول کشید، چون دوره اون اداره از من یه سری مدارک سابقه کاری من اینجا خواست، من رفتم دوره شرکت ها گرفتم فرستادم و یه مقدار رفت و برگشت شد و یه 3 هفته ای من اجازه کارم اومد. بعدش که اجازه کارم اومد شرکت پست کرد مدارکو بر من که اجازه کار بود و یه سری ترجمه مدارک خودم و من مدارک شخصی من براشون اسکن کرده بودم، اونا تو آلمان ترجمه کرده بودن به آلمانی برام و چون اونجا استفادهشون شده بود برای خودم فرستادم. و این داستان حالا من تو پست مدرک مشکل خوردم، DHL فرستادن، DHL ریجکت شد بعد 2 هفته، بعد دوره زمینی فرستادن، زمینی تو ترکیه موند و خلاص من 3 ماه طول کشید تا این مدارک برسه دستم. و جالبیش این بود که بعد 3 ماه آخرش که مدارک رسید دستم فهمیدم که اصلا لازم نبود که این مدارک فیزیکی دستم باشه و اگر یه اسکن میفرستادن کافی بود، چون تو شرط کرونا سفارت قانونش رو تغییر داده بود و شرکت ما خبر نداشت، فکر می‌کرد که بعد فیزیکی حتما باشه. و بعدش که من اومد رسید دستم مدارک، دیگه با این مدارک میشد پیش تاییدیه، یه نامه الزام به حضور، نامه تأمین جای، نامه بهش میگن چی کفایت مثلا زبان، میگن که مثلا یه چیز شرکت نیست که سطح توانایی صحبت این شخص کافیه برای ما، که مدرکی نه آیلتس نه مدرک آلمانی نخون ازتون. اینها ببینم یه سوال، اینا عنوان خاصی داره که برای من بگی بعدم من اینا رو هم موقعی که میگی توی ویدیو بذارم، عنوان آلمانیش مثلا همون اجازه کاری که گفتی، مثلا این مدرک که گفتی؟ ببین عنوان کتفا داره ولی من خیلی خبر ندارم ازشون، ولی اینا تو خود سایت سفارت تو بخش مدارک مورد نیاز که حالا لینکش هست میتونن ببینن، اونجا اینا نوشته که دقیقا نامه الزام به حضور یه همچیزی فارسی قشنگ تو نوشته، حالا مثلا چون تو اینا رو تو سفارت آلمان تو ایران میخوان اینا فارسیش کافیه، چون آدمای تو سفارت هم واقعا فارسی حرف میزنن و مدارک این تعاملات فارسی انجام میشه، دقیقا کافیه که نامه اجازه کار مثلا الزام به حضور و
نامه تامین جا اینا. نه منظورم اینه که این برای این میپرسم، فرض کن یه نفر از ایران داره اقدام میکنه برای شرکت آلمانی که اصلا این اسپانسرشیپ هم نداره که بیاد در واقع شما ساپورت کنه تو این پروسه، شما باید بهش بگی که آقا به من چه نامه ایو بده. اگه این مدارکی که به دادن یا نامه ها اسمی داره، یا اگه اصلا خود متنش بتونی اینو آنونیمش کنیم، یعنی بتونیم چی میگن اسم و مشخصاتتو غلط گیری بکنیم، سیاه کنیم و بعد اینو بتونیم تو ویدیو بذاریم، خوبه. دوستان میتونن بگن آقا من یه شرکت پیدا کردم، بهش میگم که من این سه تا چیزو میخوام که تو برای من اینو بنویسی بفرستی که من بتونم باش برم سفارت. بله ناکه برای اجازه کار خب عنوان داره، ولی برای نامه که الزام به حضور و نامه کفایت زبان و اینا، اینا عنوانی نداره. اینا یه شرکت فقط محتوا مهمه، یعنی هیچ تمپلیت و هیچ قای نره. مهم اینه که شرکت بگه که من برای این شخص جا رو امکان پذیر هست اونو برای من متنشو بفرستی، من حداقل متنشو بذارم، اون بخششو که میشه گذاشت. مشکل نداره. بله اونها میفرستم. و بعدش که بله مدارک رسید دست من، من اینا رو برای سفارت ایمیل کردم. حالا موقع ایمیل یه ویزا اینفو @ساین دادم اسم سایت بود و یک دو تا ایمیل دیگه، ولی خب الان عوض شده ایمیل ها، بعد همون به روز هر کسی چک بکنه که الان بعد از چه طریقی این کار انجام بده. و من بعدش که اونها فرستادم، مثلا 2 ساعت بعدش برام ایمیل اومد که ما مدارکتون گرفتیم ولی شاید چند هفته طول بکشه که نوبت بدیم، خیلی شلوغه و یه سری این شرایطی که ما شما رو درک میکنین ولی شما ما رو درک کنین بقول من. و دیگه ما خب یه ماه هم قبل سال نو میلادی بود، یعنی از اون ایمیلی که زدم تا نوبتی که گرفتم یه 2 ماهی طول کشید. و بعد 2 ماه هم که رفتم سفارت، یعنی با همسر و فرزندم همزمان ستایی رفتیم سفارت، و بعدش حدود 3 هفته 25 روزم طول کشید که ویزامون بیاد. و ولی این پروسه تا وقتی که دیگه ویزای ما بیاد، کلن از موقعی که قرارداد گرفتیم تا موقعی که ویزا بیاد حدود 6 ماه تا 6 ماه و نیم بود که بر ما طول کشید. و حالا دوستانی من دیدم که بیشتر از اینم حتی طول کشیده، مثلا واقعا بالا حدود 1 سال طول کشیده. و بعضی هم بودن که خیلی خوش شانس بودن تو 3-4 ماه مثلا کل این روال انجام شد. پس شما ویزات کی اومد دستت؟ ویزات کی صادر شد؟ ویزا من دقیقا من از 27 ماه قبل ویزا داشتم. ماه قبل که نه، یعنی فوریه، درست گفتم؟ بله فوریه میشه، یعنی یه ماه و نیمه فوریه دو تا بعد. 27 فوریه ما اینجا بودیم که از روز قبلش 23 فوریه ما ویزامون شروع میشد. ما معطلش نکردیم اومدیم. بعد تو از چند ماه قبلش هم کار شروع کرده بودی یا نه؟ بله من هم موقعی که اجازه کارم اومد، بعد قرارداد یه هفته طول کشید تا اجازه کار بیاد، اجازه کارم که اومد دیگه به صورت ریموت و قرارداد فریلنسری به قول معروف با شرکت شروع کردم. چون تا وقتی که شما آلمان نیستیم با قراردادی که تو آلمان بسته میشه با اون شرایط نمیتونید کار کنید، که با اون قرارداد فریلنسری یا قرارداد دورکاری یه شخصی که انگاری کار پروژه‌ای میدی و ماه به ماه این قرارداد تمدید میشد. به این شکل ما ماه به ماه تمدید میشد. خب بعد حقوق شما رو چجوری بهتون میدادن؟ این بخش سخت داستانه برای ایران و معمولا شرکت‌ها نمیدن، نه این راهی نیست که بدن. حالا ما شرکتمون یه تمهیداتی برامون چید که ما بالاخره حالا به یه مقدارش برسیم یه مقدارش نرسیم، و ولی من بقیه شرکت‌ها دیدم این کارو انجام نمیدن. ولی خب پولتو بعداً بهت میدن، یعنی وقتی مثلا بعدن بیای آلمان بعدن گرفتن آخه بعدن هم نمیدن بعضیا، چون مسائل مالیاتی پیش میاد. چون شما اگر بیرون آلمان کار کرده باشین بعدن بیاین داخل آلمان حقوق بگیرین، بعد این ویزا تعریف نشده که چرا. خب مثلا وقتی شما اومدین تو آلمان به یه شخصی که تو آلمان حقوق دادین ولی این حقوق جای ثبت نشده، مالیاتی براش رد نشده. و این مسائل من شرکت ها میام تو افرادی که بودن دیدم که کار نمیکنن، ولی بعضیا خب حالا مثلا دستشون بازتره یا یه راه‌های دیگه بلدن که انجام میدن این کارو. ولی خب بستگی به شرکت داره که چقدر بخواد به قول معروف منعطف باشه برای نیروهاش. راه قانونی داره، ولی خب معمولا شرکت‌ها چون اینجا همین آلمان، حداقل آلمان اینجوریه، تمنده افراد انقدر یه راه‌ها تکرار کردن چندین سال هیچ راه دیگه امتحان نمی‌کنن چون نیازی نبوده. و به شما وقتی میگن نیست مثلا نمیشه مستقیم ریخت به حسابتون تو ایران دیگه، یا خب نمیشه و تموم، حالا پس صبر کنیم تا بیایید. و به خاطر همین راههای دیگه هست، ولی اصلا تلاشی معمولا نمیکنن. ولی حالا شرکتی که ما بودیم این کارو برامون کرد.
یعنی شما بعضی حقوق من تو اکثر توی، از امور 90% این کار نمی کنم یعنی به حقوق احتیاط تو دارم. حتی اون موقعی هم که دورکاری انجام میدادی گرفتی از چند ماه قبلش؟ بخشیشو تونستم بگیرم. آقا یه چیزی، شما پس کل پروژه مهاجرتت در واقع هیچ هزینه‌ای برات نداشت، یعنی غیر از احتمال هزینه پول فقط ویزا به سفارت که مثلا 60 70 یورو دادی؟ بله دیگه، حدود مثلا با تایید مدارک و اینا که ما چون 3 نفر بودیم و خود هزینه چیز حدود 300 تا ما 300 یورو، یعنی هزینه 3 نفریم رو هم شد. پس یعنی کلا با 300 یورو مهاجرت کردی اومدی آلمان دیگه. بقیش میشد پول هواپیما و خرید وسایل دیگه، وسایل خودمون بود، آره چیزی نبود که مربوط به خود مثلا مهاجرت باشه و یا هزینه کسی دیگه بگیره، که هرچند اون مسائل ریلوکیشن هم شرکت ساپورت میکنه، اونم در واقع دادیم ولی بعدا میگیریم. این چیزی که الان اینجا اتفاق افتاده و این نحوه مهاجرتی که ایشون انجام داده، من فکر کنم ارزون ترین نوع مهاجرتی که من تا حالا دیدم یه نفر با خانوادهش. شما الان از همین فرانکفورت بخواید بیاد هانوفر 300 یورو بیشتر هزینه‌تون میشه تا از ایران مثلا بخواید بیاد اینجا. حالا البته هواپیما اینا رو باید بهش اضافه کنیم، ولی این اتفاقی که افتاده علتش یه عقبه ایه که در واقع شخصیت خود ایشونو و کاری که کرده و سرمایه گذاری که قبلش رو خودش کرده علتش اونه، که ما اونو میخواییم این مبحث رو در ویدیوی بعدی با هم دیگه صحبت بکنیم که بعدا منتشر میشه، چند روز آینده منتشر میشه. من علی جان فعلا از شما تشکر میکنم، شما به خدای بزرگ میسپارم، از بچه ها خداحافظی میکنیم و دوستانم اگر که تو چنل جدید هستید حتما سابسکرایب کنید چنل رو و لایک هم بکنید. یادتون نره واقعا ما با عشق داریم این ویدیو رو درست میکنیم که بتونیم همینجوری هی سطح آگاهی جمعی رو افزایش بدیم و دوستان دیگه هم بتونن این چیزها یاد بگیرن. در ویدیوهای بعدی که میگم چند روز دیگه میاد راجع به این صحبت میکنیم که علی جان تو زندگیشون کلا چیکار کردن، مسیرشون چی بوده، و اون هم قطعا برای خیلی از دوستانی که حتی اصلا مهاجرت نمیخوان بکنن قطعا جالب و آموزنده خواهد بود. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.